سلام، به شبکه مهر تیوی خوش اومدیم. کدام دین بهتر است؟ در دنیای زندگی میکنیم که دینهای بیشماری از جمله دینهای ابراهیمی، دینهای شرقی و دینهایی که توی غرب ساخته شدن وجود داره. اما کدومی که از این دینها بهتره؟ تو این ویدیو میخواییم با یک مثال خیلی ساده به این موضوع بپردازیم و این موضوع رو برای شما حل کنیم. در یک مثال خیلی ساده ما دو تا درخت رو تشبیه میکنیم. یک درخت، درختیه که همیشه میوه‌های سالم و خوبی میده که آبدار و سالم و خوش‌طعمه. خب؟ و در طرف دیگه ما یه درختی داریم که همیشه میوه‌هاش تلخ و سیاه و خرابه. اون درخت سالم به صورت منطقی و عقلی باید ریشه سالم و درستی داشته باشه و اون درختی که میوه خراب و ناسالم و سیاه میده به صورت منطقی به این نتیجه میرسیم که ریشه خراب و سیاهی داره. یعنی هر چیزی که ریشهش خراب باشه نتیجه های خراب و بد هم میده، ولی اونی که ریشه سالمی داره نتیجه های سالم و خوبی به ما میده. با اینکه این مثال خیلی ساده بیان شده، اما اگه به علوم انسانی هم برید، یعنی در علوم انسانی هم سر کنید، میبینید که همه فلسفه ها میتونن درست باشن و هر کسی میتونه فلسفه خودش رو با دلایلی توجیه کنه و درستیش رو ثابت کنه. اما چیزی که در نهایت فیلسوفا و اونایی که دانشمندان علوم انسانی هستن قبول میکنن، اون فلسفه هست که نتیجه خوبی داده. حالا مثال من در مورد دین ها چطوری میشه در دین ها اینا رو تشبیه کرد؟ دینی که سالم باشه میوه های سالمی میده، یعنی آدمایی که تو اون دین هستن آدمای خوبی میشن و کارهای خوبی میکنن و نتایج اعمالشون خوب خواهد بود و انسان های خوبی خواهند بود و یک نتیجه مثبت اجتماعی رو خواهد داشت. اما اون دینی که نتیجه های بد میده، همیشه باعث میشه که آدما به سمت گمراهی برن، اشتباه کنن و توی جامعهشون مثلا گروه های منفی زیاد درست میشه. حالا مثال اگه بخوایم بزنیم، مثلا اون دینی که مثلا گروه های طالبان و داعش و ISIS و نمیدونم گروه حماس و گروه های تروریستی رو تشکیل میشه، یعنی نتیجه اون دین گروه های تروریستی هست و اون گروه ها آدم ها رو میکشن و اتفاقای بدی میفته، خب پس حتما ریشه اون دین هم ریشه خوبی نخواهد بود. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارین درباره مسائل دینی و سیاسی و نقد فیلم‌های سینمایی بیشتر بدونین، شبکه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر ویدیویی آپلود می‌کنیم برای شما هم نوتیفیکیشنش بیاد. حالا من اینجا که خودم هستم، تو شهری که هستم، پناهنده ها از ایران، از افغانستان میان اینجا زندگی میکنن و از اون ور ما میبینیم خیلی از خارجی ها هستن، از کشورهای اروپایی، از آمریکا میان اینجا برای اینکه بیان به مردم کمک کنن و گروه های خیریه‌ای تشکیل میدن. از پیامبران دروغین حذر باش، آنان در لباس گوسفند نزد شما میآیند اما در باطن گرگان درنده‌اند. آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از بوته خار و انجیر را از علف هرز می‌چینند؟ به همین سان هر درخت نیکو میوه نیکو می‌دهد، اما درخت بد میوه بد. درخت نیکو نمی‌تواند میوه بد بدهد و درخت بد نیز نمی‌تواند میوه نیکو آورد. هر درختی که میوه خوب ندهد بریده و در آتش افکنده می شود. بنابراین آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت. ببینید اینجا من سعی کردم یه روش ذهنی ارائه کنم که با اون روشی که شما یاد گرفتین این مثال، شما بتونید هر دینی رو برای خودتون بررسی کنین و بفهمین که آیا این دین میتونه کمک کنه به آدم ها یا نه. خب
ولی از اون طرف شما اگه برین به تمام دینای دنیا رو برین بررسی کنین، من خودم شخصا 3-4 تا از دینای دنیا رو بررسی کردم، مثلا مسیحیت، یهودیت، اسلام کامل میشناسم، متناشون رو مطالعه کردم، کار کردم، دینای دیگرم رفتم یه بررسی کوچیک کردم، مثلا متنای کتابای شیطان پرستا رو یه مقدار بررسی کردم، خوندم، مطالعه کردم، یا مثلا بودایی ها رو یه مقدار روشاشون رو مطالعه کردم، کار کردم روش و اینا. همه دین های دنیا، حتی اون شیطان پرست تریناشون، شیطان پرستاشون، متناشون که بریم بخونیم چیز بدی ننوشته، همشون چیزای خوبی دارن میگن. یعنی شما نمیری اونجا مثلا بخونی آقا اونجا نوشته باشه چه میدونم کار بدی انجام بده، اصلا چیز بدی توش وجود نداره، همشون دارن حرفای خوب میزنن و همش هم منطقیه و همشون هم وقتی باهاشون بحث کنید همشون سعی میکنن با توجیه و دلایل منطقی و چیزای استدلالی سعی کنن نشون بدن که کارشون درسته و همه چیز درسته و اوکیه. خب یعنی این قضیه تو همه دین ها هست، هیچ دینی نمیاد چیز بدی بگه یا مثلا بخواد تعریف بدی داشته باشه. خب ولی عمل چی نشون میده که درست هست یا نه؟ در عمل شما ببینید تو اون جامعه‌ای که اون دین رواج داره، ببینید اونجا مثلا چه می‌دونم مسیحیت تو اروپا رواج داره، اسلام توی خاورمیانه رواج داره، توی شرق دور چین و اینا بوداییسم رواج داره، ببینید تو اون منطقه‌ای که این دین رواج داره رفتار مردم با همدیگه، رفتار کلی مردم، نه یه نفر و دو نفر، خب یه نفر دو نفر همه جا آدم خوب داریم آدم بدم داریم همه جا، ولی رفتار کلی مردم با هم چطوریه؟ رفتار دوستانه همه جا هست بین مردم؟ مردم همدیگه رو کمک میکنن یا نه؟ یا مثلا گروه های شکل میگیره که تو اون جامعه به مردم کمک کنه، گروه های دینی از خود اون دین شکل میگیره که به مفید باشه تو اون جامعه، کمک کننده باشه، مثبت باشه، یا یعنی اینکه نه اونجا فقط میبینی که مردم دارن به همدیگه سخت میگیرن. مثلا اونجایی که من بودم توی خاورمیانه، توی ایران که بودم، مثلا توی جمع آدما همدیگه رو همش سرزنش میکردن، هر اشتباهی میشد همه سعی میکردن اشتباه همدیگه رو برجسته کنن، توی جمع این خیلی همدیگه رو تحت فشار قرار میدادن، خیلی مهربون نبودن آدما با همدیگه، پشت همدیگه دائما حرف میزدن و خیلی کارهای بدی رو در حق همدیگه میکردن. خب و این رفتار عمومی جامعه بودش و خب این رفتار عمومی جامعه باشه نشون میده که هیچ آموزه خوبی این آدم ها یاد نگرفتن که بتونه اینا رو متنبه کنه، تغییر بده، واقعا یه تغییر حس بشه تو جامعه، و یعنی به حرف زدن باشه همه دینای دنیا به اندازه کافی حرفای قشنگ دارن و میگن، اون حرفایش فایده ای نداره. خب دنبال حرف نباید باشیم ما. خب ولی تو عمل میدیدم مثلا تو جامعه خودم همش چیزای منفی بود. و غیر از اونم حالا یه موضوع دیگه که مثلا میشه روش چیز کرد، گروه های مثبتی من تو جامعه خودم ندیدم، واقعا گروه هایی باشه که واقعا بیاد به خیریه مردم باشه، مثلا بیاد کمک کنه، اینا من اصلا ندیدم. ولی تو اروپا میبینی که بین مردم توی جمعی اگه شما مثلا یه چیز منفی بگین همه بهتون میگن آقا پشت کسی حرف نزنید، و بعدش هم اصلا نمیذارن که توی جمع شما مثلا کسی رو سرزنش کنی، سری برمیگردن سعی میکنن درستش کنن. و غیر از اونم کلی گروه های خیریه‌ای، گروه های مثبت شما میبینی که میاد مثلا به آدما کمک میکنه، مثلا توی این کمپ های پناهندگی، پناهجویی که مثلا مردم افغانستان و ایران توش هستش، کشور سوریه مردمش مثلا اونجا توی کمپن، میبینی که اروپایی ها میان گروه های خیریه تشکیل میدن، میان جورهای مختلف کمک میکنن، یه گروه میاد غذا میده، یه گروه میاد لباس میده، یه گروه میاد جمع میکنن رو هم دیگه میذارن، ریس فاندینگ میکنن، میان مثلا مواد بهداشتی میدن، همه جور کمک میکنن، میان حتی با بچه‌ها بازی میکنن، بچه‌ها سرگرم میکنن، آدما میان گروه‌های اجتماعی تشکیل میدن. این چیزا رو من توی اروپا دارم میبینم، ولی تو خاورمیانه من هیچی ندیدم. میشه با این مثال با یه ترفند ذهنی مقایسه کرد. خب تا اینجا من ویدیو رو دیگه طولانی تر نمی کنم، توی کامنت ها برای من بگین که آیا این مثال برای شما جالب بود یا نه، آیا برای شما سوال ایجاد کرد در مورد دین های دیگه، و اگه علاقه دارین که بیشتر از این ویدیوها ببینین که ما در مورد دین می سازیم، شبکه من سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر ویدیویی که من آپلود می کنم برای شما هم نوتیفیکیشنش دریافت بشه.